سلام و درود به چنل یوسف باربر، خیلی خوش اومدین. در این ویدیو میخوام به شما آموزش فید صفر رو بگم، یا همون سایه صفر، که چگونه یه سایه صفر خیلی شیک و تمیز داشته باشیم. فقط لطفاً قبلش اگر هنوز مشترک چنل ما نشدید، چنل یوتیوب ما رو سابسکرایب کنید، زنگوله هم بزنید که ویدیو جدید گذاشتم برای شما بالا بیاد و با خبر بشید. شاید بعضی از مشتری‌ها به شما مراجعه کنن برای کوتاهی موشون و موشون به این شکل باشه. ببینید، رو به بیرون در اومده، سیخ رو به بیرون در اومده و یکی از سخت‌ترین مدل‌ها میشه اگر ندونیم که باید چیکارش کنیم. اما تو این ویدیو من به شما تکنیکی رو میگم که خیلی راحت بتونید این مشکل رو حلش کنید. من با شونه 10 میلیمتر تا بالا رو رفتم و این باعث شد که اونا کوتاه بشن و دیگه اینجوری سیخ رو بیرون قابل مشاهده نباشن. اما اگر دیدید که موهاشون رو با 10 میلیمتر زدید و هنوز سیخ رو به بیرون خیلی جلب توجه میکنه، میتونید کوتاه‌ترش هم کنید و این دست خودتونه و سلیقه مشتری. برای ایشون من در نظر گرفتم که با 10 میلیمتر دور سرش رو بزنم. دوستان عزیز، به یک نکته دیگه هم که باید اشاره کنم اینه که قسمت پشت سر رو برای همچین جنس مویی زیاد بالا نبرید، یا اگر بالا بردید دیگه باید کلن زده بشه. چرا؟ چون ممکنه اگر یه مقدار کوتاه بشه سیخ سیخی وایسه، یا باید خیلی کوتاه باشه یا باید یه مقدار بلند باشه. میریم سراغ سایه صفر. من سایه صفرم رو با ماشین 6 صفر نزدم، به جاش با ماشین 3 صفر، یعنی همون ماشین حجمزن اسلام، سایه صفرش رو انجام دادم. در اینجا هم میرم سراغ هشتی پیشونی و این هشتی ها رو درست میکنم. و میرم سراغ شماره 3 میلیمتر. شونه 3 میلیمتر رو سوار ماشین میکنم و لاین 3 میلیمترم رو میندازم. توجه کنید دوستان، لاینی رو که میندازین خیلی تمیز باشه، ریتمش کاملا صاف باشه. اگر کج و کوله ریتمش رو بندازید، شما یه فید بسیار بسیار بد تحویل میگیرید. پس حتما به این نکات توجه کنید که کارتون تمیز در بیاد. و یه نکته دیگه که باید خدمتون بگم اینه که فاصله‌ای که شما با شونه 3 میلیمتر بالا میرید خیلی مهمه. چرا؟ چون که قراره بقیه شونهاتون هم زیر این بازی کنن و باید فاصله داشته باشن که بتونن عمل محو انجام بدن. پس با 3 میلیمتر یه مقدار بالا بیایید که شونه 1.5 میلیمتر و گارد باز ماشین 1 و نیم و 0 ماشین هم بتونه بازی کنه. بعد از اینکه با 3 میلیمتر کارمون تموم شد، لاین رو انداختیم، گارد بهش میدیم، میشه 4 میلیمتر و یه مقدار بالاتر میریم. و بعد از اون میریم سراغ شونه 4.5 میلیمتر.
ادامه 4 میل رو با شونه 4.5 میلیمتر میریم که بتونیم وصلش کنیم به 10 میلیمتر. ممکنه برای شما سوال پیش بیاد که چگونه 4.5 میلیمتر وصل میشه به 10 میلیمتر؟ خب این همه میلیمتری که وسطش هست چی میشه؟ باید خدمتتون عرض کنم ما وقتی میریم توی تیرگی 4.5 میلیمتر تا 10 میلیمتر خیلی راحت وصل میشه و مثل سایه صفر، یعنی پایین سایه نیست که میلیمتر به میلیمترش مهم باشه. البته اگر توجه کنید به حرکت دست من متوجه میشید که من به صورت پرتابی ماشینو میبرم بالا و اینجوری باعث میشه خیلی تمیزتر به 10 میلیمتر وصل بشه. بعد از اینکه با 4.5 میلیمتر کار کردم، گارد ماشینو باز میکنم، میشه 5.5 میلیمتر و راحت تر به 10 میلیمتر وصلش میکنم. کارو تمیز میکنم با برس فید و گارد ماشینو باز میکنم، میشه 1 میلیمتر و لاین 1 میلیمتر رو میندازم. توجه کنید 1 سانت قشنگ میرم بالا، لاینو منظم میرم که بتونم خیلی فیدو تمیز در بیارم. در اینجا شونه 1.5 میلیمتر رو سوار میکنم و ادامه 1 میل رو میرم بالا که محوش کنم. جایی که میبینید من گارد رو باز میکنم، میخوام وصلش کنم به 3 میلیمتر، یعنی گارد باز 1 میل، بعد شونه 1.5، بعد شونه 1.5 وقتی رو ماشین گارد رو باز میکنم میشه چقدر؟ 2.5 و وصل میشه به 3 میلیمتر و خیلی راحت کارو محوش میکنم. در اینجا میریم سراغ محو کردن خط صفر. گارد رو یه مقدار باز میکنم، شماره 0.5
و یه مقداری میام بالا تا وسط های 1 میل. حالا گاردو میبندم و شروع میکنم مف کردن خط 0. ببین با مفاصل انگشت یه مقدار به خط ضربه میزنم و میبینید که خیلی راحت محو میشه. دوستان ببینید با گوشه ماشین دارم کارو محو میکنم، اگر با همه دهنه ماشین این کارو کنم کار درست در نمیاد، پس با گوشه ماشین قسمت به قسمت این عمل محو انجام میدم. دوستان عزیز، برای اینکه شما کاملا قضیه رو درک کنید و متوجه بشید، من یه مقدار یواش کار کردم و نصف سر رو انجام دادم که 12:44 یعنی 12:44 طول کشید. به خاطر اینکه وقت شما هم گرفته نشه، کل دور تا دور سر رو انجام ندادم، نصف سر رو انجام دادم، ولی داخل این ویدیو توضیحات کامل رو دادم، شما هم میتونید دور تا دور سر رو به همین شکل انجام بدید. اینم از پایان کار، امیدوارم که دوست داشته باشید و به کارتون بیاد. لطفاً لایک کامنت فراموش نشه. تا دور دیگر، بدرود.